خبر فوق العاده عاجل هم اکنون از ولایت پنجشیر. مخابره تکان دهنده حسیب قوای مرکز برای ملازاکر فراری. سلام بینندگان عزیز را که هم اکنون کانال ما را دنبال می نمایند. مشروع خبرها، قلم یا گلوله، کدام یکی برنده میدان است؟ پنجم استانبول 1401. روزگاری پنجشیر امن‌ترین ولایت افغانستان بود. آرامش حاکم بر این ولایت. در کنار آب و هوای گوارای آن، این خط را زبان زد کرده بود. مردم برای بازیافت آرامش از دست رفته خود، اگر می توانستند در پایان هفته حتما به پنجشیر می رفتند تا اندکی بیایند و از شرح دلخوره و ناامنی موقتا دور باشند و همچنین اکسیژن خالص تنفس کنند. ولی از یک سال بدین سو رفت و آمد به پنجشیر برای کسی جذابیت ندارد و فقط آن عده از مردم به آنجا می روند که ناگزیر باشند. آن قسمت از باشندگان پنجشیر که توان بیرون آمدن از آنجا را داشتند و جاهای دیگر رفته و پشت سر خود را نگاه نکردند. اکنون اهالی پنجشیر را کسانی تشکیل می دهند که از روی ناچاری در آنجا ماندنی شدند و غالب آنها مستعذب و بیچاره هستند و جایی برای رفتن ندارند. از زمانی که طالبان در سنباله 1400 پنجشیر را تصرف کرده، گزارش های متواری از کشتار و شکنجه غیر نظامیان و بدرفتاری نسبت به ساکنان این ولایت توسط طالبان به رسانه ها رسیده است. در این اواخر ویدیوهای در رسانه ها از جریان بازداشت جمعی از اهالی پنجشیر توسط جنگجویان طالبان منتشر شد که واکنش های گسترده را در شبکه های اجتماعی ایجاد کرد. این ویدیوها بار دیگر رویه غیر انسانی طالبان در برابر غیر نظامیان را در مناطقی که در آن با مقاومتی ها روبرو هستند برملا می کند و قسمت ناچیز از وقایعی را که در این ساحه جریان دارد باستا می رهد. در یکی از این ویدیوها مردی سفید را می بینیم که احتمالاً 60 سال عمر دارد و دستانش از پشت بسته است. او از سرباز طالب مورد بازجویی و تحقیر واقع می شود و با بهت زندگی سکوت و اندوه به سوی دوربین موبایل جنگجوی طالب نگاه می کند. بعضی از کاربران رسانه‌ای اجتماعی که این مرد را می شناسند در مورد مشخصاتش گفتند که او سید قاسم نام دارد و از روستای زمانکور ولسوالی عنابه می باشد. طبق گواهی چندین تن، سید قاسم سالهای درازی است که در لیسه عنابه مشغول آموزش دانش آموزان بوده و از شهرت نیک در مکتب و در میان اهالی ولسوالی بهره یابه است. سید قاسم در این ویدیو قلمی در جیب دارد که نشان می دهد مردی است با کتاب و تخته و نوشتن و خواندن سر و کار دارد. شاید او زمانی که قصد داشته به مکتب برود یا تازه از مکتب آمده بود یا سرگرم آبیاری قطعه زمین کوچکش بود به دست جنگجویان طالبان افتاده و کارش به قداره و زندان کشیده است. صحنه بازداشت و توهین و تحقیر آموزگار پنجشیری توسط سرباز طالب که نمایانگر وضع رقتبار فرهنگ و معارف در افغانستان است، این سوال را یک بار دیگر به میدان می آورد. آیا در افغانستان قلم در برابر گلوله شکست خورده است؟ وقتی جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد دولت عربستان در کنسولگری این کشور در استانبول با قساوت و به طرز فجیع به قتل رسید و سپس ناگهان این قتل به حادثه بین المللی تبدیل شد و فشارهای جهانی بر دولت عربستان را مضاعف ساخت، عده یکی از نویسندگان به هیجان درآمدند و از پیروزی قلم بر تفنگ سخن زدند. آنها عاملان کشتن خاشقچی را افراد ابله و نزدیکین دانستند که در نیافته بودند ریخته شدند خون خاشقچی. به جای اینکه صدای وی را خفه کند و اندیشه‌هایش را بخش کند، این ادعاها و افکار وی را تکثیر کرد و جهان ساخت و به گوش همه رساند.
آیا واقعا تحلیل این افراد درست بود و واقعیت را منعکس می کرد؟ آیا حوادث بعدی نادرست بودن این تحلیل را ثابت نکرد؟ بهتر از در مورد قدرت کلام و برندگی قلم چنان خوشبین نباشیم که به گزافترین متوسل شویم و اغراق کنیم. شاعر در روم باستان به نام ویژیر گفته است در برابر افرار جنگی اشعار من تشبیه کبوترانی هستند که به جنگ عقاب ها می روند. برداشته این است که سخن این شاعر تا حد زیاد به حقیقت نزدیک است. راه دور نرویم. در همین چند دهه پسین بارها ملت ما شاهد شکست فرهنگ، مدنیت و قلم در برابر گروه های بی سواد، وحشی و خونریز بوده است و ناگهانی هر گروه یا طایفه که قدرت سیاسی و نظامی را در اختیار داشته باشد برای خلق روایت مورد نظر خود به آسانی می تواند قلم هایی را اجیر کند، سایده را با ایده مغلوب کنند و برای فاتحان روایت معقول و مردم پسند بنویسند. قلم های گاهی خوشنام و نشان هستند و مخاطبان پرتعداد. فرهنگ و دانش هیچ وقت در افغانستان در سطر ننشسته و قدر ندیده است. اهالی فرهنگ و علم در این کشور از منزل اجتماعی بالا برخوردار نبوده و حالا در روز خوشی نداشته است. دولت ها در این کشور به فرهنگ و آموزش اولویت قائل نبوده و حتی گاهی به دست اندرکاران عرصه فرهنگ و معارف با دیده بدبینی نگاه میکرده و آن را دشمن تاج و تخت خود میدیدند. با وجود این در مقاطع از تاریخ معاصر فرهنگیان و روشن فکران مجاری برای ابراز وجود میافته و در فضای خوشگواتر نفس میکشید. هر وقت حالی فرهنگ و اندیشه به آزادی نسبتی دست یافتند کارهای ماندگاری انجام داده و کوشیدند به قدر وسع خود به زندگی ژرفا زیبایی و معنا ببخشند. اکنون که طالبان دوباره برگشتند فرهنگ و دانش یکی از تاریخ‌ترین دورانهایش را سپری می کند و معلوم نیست از این محلکه جان سالم به در خواهد برد یا خیر. در همین حال فرمانده حسیب قوای مرکز در صفحه رسمی تویتر خود می نویسد خبر شدم که ملا زاکر پنجشیر را ترک کرده است یا گریخته است. چاره هیچ اجنبی در ولایت پنجشیر نمی شود. ما در هر فصل آماده جنگ هستیم. از توجهتان جهان سپاس. برای حمایت های بیشتر ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. تا درود دیگر، بدرود.